اگر یکم صدا میگیره من یه از سلام امید صحبت بخیر خوشمان کنسل تلام اسمان ممنون از تو این بچه های برگزار کننده روزاد تشکیم با کنیم همه باشیم آیزه همه این کارو بکنیم حالا بفرمی بشه اول از من تشکر کنم به بچه های رسوم خلاق که روز کردم به من اجازه دادن که امروز بوده بیست دقیقه در مورد این دوستی من صحبت کنم من صدام گرفت که خیلی هم در نمیاد ببخشید صدام مثل عرده شده باشه چی؟ بالا نگردارم خوبه من معذرت میخوام برسید من محمد کرمانی هم با سوهان محمد گز کرمانی هیچ ارتباط سببی و نسبی ندارم یه فضل کارش داری کورنی از پیسی اسم را اندازی کردیم پاوی سفید از بچه هایی که برنامه نویسن کارهای استارتاپی میکنن گرافیستن، معمارن، ارخاصن، طراحن آدم های مختلف، کارهای مختلف اونجا جمع شدن داره هم و هر کدوم زیاد نکماسی کنم خیلی بده زردر میشه مثل عرب عربی ها هست که برد بریزی چیزا بزن بده من زیاد نکنم موضوع امروز رو همه شنیدین اینکلوسیو امین زمانی هم یه توضیحی داد خب یه سوال ازت بپرسم کیا میدونین اینکلوسیو یعنی چی؟ اینکلوسیو بودن اینکلوسیو نیست یعنی چی؟ محمد رضا بهرینی یعنی تراگیری یعنی چی؟ وجود آدم ها درگیر بودن آدم ها توی دیگر دیگه تک بودی فکر نکردم دیگه بگی دیگه بگی این وقت خواب این مشارکت دیگه بگیم دیگه اون وریه اون آخر سال اون آخریه شامل چی شدن؟ شامل ایسه کار کنید دیگه که بتونیم با همه تفاوتایی که داریم بتونیم یه جمعی با هم یه برقرار کنیم صدا منم گرفت از بس کنیم چیز داره واگیر داره میرسه دیگه دیگه این چه سار که همراستا شدن میشه با حضبات از من همراستا شدن میشه با حضبات از خوب خیلی هم خوشتیم یعنی شمول درگیری همه سلایق کنار همدیگه برای اینکه بتونیم یه تفاهم و تعامل بین تمام سلایق برقرار کنیم یعنی تفاوت سلیقه ها ولی بتونم هم که تفاهم داشته باشن داریم دیگه چیزی سر درم نباشن همه با هم یک جمع باشن دیگه همه برای هم چی؟ شو انتخابات شد مخالف اکسکلوسیو یا کنی داستان اینه که ای بابا داستان اینه که اینکلوسیو نیست هم خوب شد این چهار تخمه محمد زمانی تشویقش که صبح من چهار تخمه مرده باش
داستان اینه که اینکلوسیونس یه موضوع نیست، یه چیز مثل ولد و آمپر و لامپ و هر دو سن و محمد کرمانی، یه چیز ساخته شده فیزیکیه که اینه این صندلیه نیست، یه مفهوم، یه فلسفه است. یا آدمی مثل مارزا بحرینیان اینطوری بهش نگاه میکنه که فراگیریه، یعنی یه جمعی همه آدم ها درگیرش میشه. اون یکی میگه که نگاه میکنه به شباهت های آدم ها. یه سری آدم هم منتظر بودن اونه که کاری معماری کردن بگن که یه چیزی رو طراحی کنی که همه آدم ها بتونن استفاده کنن. هر آدمی این فلسفه اینکلوسیونس میتونه بگیره ببرتش یه جایی، یه تعریف براش درست کنه، ببره یه چیزی باش بسازه، یه معنی خیلی خاص نداره. میتونم الان داستان یه داستانی بگم که بفهمید چیه، میتونم نبیام دونه دونه اینا رو تعریف بکنیم، بعد تعریف ها روش مثال بذاریم، با فیدبکی که الان از شما گرفتم فکر میکنم روش دوم بکنم جدا سب ارائه. یکی از صحبتهایی که حسین گفت اینه که مخالف اکسکلوسیو. اکسکلوسیو چیه؟ پایین چیه؟ پایین زانتیه هم نیستن اکسکلوسیو. توی چیزایی که فلسفی و تعریف و انتظایی گفتن خودش همیشه سختی، ولی میشه اون چیزایی که نیست با اول بگی بذار بریزی کنار، ولی یه چیزی باقی مونه میشه اون تعریف میشه. خیلی وقتا ما اولش که اومدیم سالمون صحبت شروع شد ممکنه یکم نوصلت بسن رفت، ولی کسی ناراحت شد از شنیدن حرفای بقیه در مورد اسم، حس بدی داشتیم به کاری که توید اینجا کرد؟ کسی بود حس بدی داشته باشه؟ تا حالا ازتون پرسیده بود کسی که چیکار کنیم حالا اسم ها خوب باشه؟ دوست داشتین ازتون بپرسن؟ کیا در مورد؟ نه واقعیت دیگه میخوایم ببینیم این کلوسیونس چیه؟ کیا در موردش تصمیم گرفتن؟ در مورد مردم. در موردش ما خواه استفاده است. حالا خوب است. نه نه الان نمیگم حالت عادی. شهرداری یه بخش اکسکلوسیوی که نمیشه باشه ارتباط برقرار که حرف پیش نمی کنی هستم بهشون بگی میگن نه و دو سال دیگه خودشون به سعی میکنه همون کار میکنه انجام بده. اینکلوسیو یعنی همین، یعنی بیایی یه خطی بکشی این برای میگه این آدم هست، این آدم ها تصمیم میگیرن، اجرا میشه، بقیه هم مطبعه. این یه مفهوم اکسکلوسیو بودنه. یا یه چیزی طراحی میکنیم، این فقط به درد یه میز طراحی میکنیم، این میز فقط به درد این میخوره که چه میدونم طراح پارچه بیا روش کار کنه. میزی طراحی نمیکنیم که اگه یه روز یه برنامه نویسکاس بشینه کنار یه گرافیس سر اون میز کار کنه هر دوتا روش راحت بشه. این اکسکلوسیو اختصاصی یه مفهوم داریم به نام اکسکلوسیو، میره جاهای مختلف میشینه، چیز اختصاصی میشه، خاص میشه، بقیه رو میذاره کنار. بعضی جاها ممکنه کار کنه، بعضی جاها نمیشه اکسکلوسیو نبود. مثلا سازمان های اطلاعاتی که نمیتونه اینکلوسیو کار کنن، باید اکسکلوسیو باشه. ولی خیلی از جاها که به مردم نمیشه بیاره، نمیشه چیزش چارتوپش هم تموم شده نمیشه. خیلی از جاهایی هم که مثلا میفهمم تو آرزو تو چسب خیلی از جاهایی که به مردم رفت داره، یعنی به آدم ها کار داریم که 90% جاست، آدم ها یه حس درونشون که میخوام مشارکت کنن، کمک کنن. همه ی آدم هایی که اینجا بودن حس خوب داشتن که یه بخشی مشارکت کرده بودن روی اتفاقات که روستن میفتن. ازشون یه سوالی برسیده شده بود، همه سعی کرده بودم بهترین جواب بشه بودم، حس تعلق بشه. اکسکلوسیو دقیقا مخالف بشه، یه سری آدم تصمیم میگیرن، یه سری آدم اجرا یا برای یک کار خاصی کار بشه. چیزایی که با آدم ها رفت داره فکر میکنی اکسکلوسیو کار میکنه؟ مثلا فرض کنید سیل که الان ایران اومده اکسکلوسیو کسی میتونه حلش کنه؟ ارتش تنهایی میتونه، سپاه تنهایی میتونه، دولت تنهایی میتونه، کل دولت و حکومت همه با تنهایی میتونه؟ نه.
خب ببینید یه سری چیزایی که نمیتونی اکسکلوسیو نباشه برای اینکه خطرناکه، همه آدمو نمیتونن برن تو رایت کار کنن، نمیتونن برن تو کوره فلانوارک کار کنن، خطرناک. بقیه چیزا وقتی اینکلوسیو بشه آدما بهش حس تعلق پیدا کنن. شما وقتی از صحبتتون پرسیده شد آقا کار کنیم که حس اسمان خوب باشه، همه حس تعلق پیدا کردن، اومدیم کمک کردیم، مشارکت کردیم تو حل کردنش. وقتی یه چیز با آدم کار داشته باشه خیلی سختی کار کنه، خیلی سختی یه سری آدم برن یه سری فکر بکنن برای خودشون تصمیم بگیرم و برای بقیه راه حل بدن، جواب نمیده، حس بد به بقیه حس تعلق پیدا نمیکنه، از اون پیروی نمیکنه، روی اون خطی که اونا میخوام پیش برم پیش نمیرم. مثال داشتین تو زندگیتون؟ خیلی خیلی زیاد، یعنی ما خیلی زیاد با این مواجه شدیم و یه جوری هم ما ایرانی ها مخصوصا اسپانیا عادت کردیم که همه چی باید اینکلوسیو باشه، یه سیاره این حل کنیم مشکل شادی اسپانو دیگه اکسکلوسیو صدا هم گرفتیم، مغزم هم پریده عادت کردیم که همه چی اکسکلوسیو دارم، تمرکز هم صدا هم باشه، عادت کردین همه چی اکسکلوسیو باشه، یه سری دیگه فکر کنن، خوب فکر کنن، متخصص باشن، بیان مشکلات ما رو حل کنن، عادت، فقط یه عادت. یه راه حلی که همه مثلا بهشون بگی چی کار بکنیم که حل بشه، میگن که خب آدمای مختلف رو درگیر کنیم. خب یه مفهوم دیگه درست میشه به نام به اسم دایورسیتی، تنوع. اگه یه جمعی جمع بشن از همه تخصص‌های مختلف، از همه قوم‌های مختلف، از همه زبان‌های مختلف، مشکل حل میشه؟ تصمیم گیری اکسکلوسیو؟ خب با لحظه‌های شخصی که وجود داره یه هزار نظر و مختلف بعد چی میشه؟ مشکل هم زیاد میشه. یه اتفاق که میفته آدم ها میخوان یه جای اکسکلوسیو یه اتفاق اختصاصی که همه چیش مشارکت نمی کنن و میان تغییر اینکلوسیوش بکنن، میان دایورسش بکنن، هر آدم یا از آدم های مختلف، زن، مرد، با سواد، بی‌سواد، رول بلور، اسمانی، همه اینا رو میشنن کنن، نتیجه چی میشه؟ بیچ آخرش دوباره رول بک میکنه، یه سری آدم انتخاب میکنه، اون سری آدم محدود هست. دایورسیتی خالی راه حلش نیست، دایورسیتی خالی راه حل حل کردن مشارکت آدم ها نیست. خیلی وقتا میبینیم که میخوان یه اتفاقی اکسکلوسیو داره میفته، میخوان آدم های مختلف توش مشارکت کنن، یه گروه دایورس میگن اما هم زنها توش بودن هم مرد توشون، یه شرکتی خلاق نیست، یکی میره توشون میگه آره مثلا جندر ایکوالیتی شما نداریم، مثلا دوتا خانم داریم 20 تا مرد هم بگم خانم است، یا توی شهر میگن آقا شما از همه مشارکت مردم شهر پایینه، یعنی آدم های مختلف رو تحلیل کنید، مشارکت مردم تو سیل پایینه، فل اون گروه نمید دایی چی؟ داره؟ یا انتخابات میشه میان میگن که باید دایورس بشه، ولی اینکلوسیو نمیشه آخرش، آدم ها درسته که متفاوتن، تفکرات مختلف دارن، ولی اون همدلیه نمیشه، نتیجه نمیشه، اتمسفر دایورسیتی خالی هم جواب نمیده. اگر که بخوام اون چیز اینکلوسیو هر بشه، چون فلسفه هست، میدونم خیلی دارم فلسفه حرف میزنم، ولی میخوام بگم که بدونی من چیا رو نمیگم، چی رو داره. اگه دوباره برگردیم با آدم ها، آدم ها دوست دارن که به فراخ مونده بشن، مهم باشن، ازشون ویلکام چی استقبال مذارم نیست، میرن که جمعی پذیرفته بشن، پذیرفته بشن، آدم ها دوست دارن درگیر باشن، آدم ها خیلی دوست دارن درگیر باشن، یعنی هر چی آدم فکر میکنه که آدم ها چقدر و هی پیش میره یک کاری میکنه آدم ها درگیر میکنه میبینه ته نداره، آدم ها هی میخوان درگیر تر باشن، هی میخوان درگیر تر باشن، آدم ها برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که دوست دارن مسئولیت نداشته باشن، آدم ها خیلی دوست دارن که مسئولیت داشته باشن در مورد اون چیزی که خودشون رو بالا میبرن.
خیلی دوست دارم این تو مسئولش حالا رو برم موضوع رو اسپیل برش و یعنی چه خاصی اومده ولی اون بزرگ شدن اینگیج شدن تجربه و آدم ها دوست دارن که صداشون باشه یعنی حرف شما دوست داشتین در یه موضوعی همم هم دیدیمون چیزا رو احتمالاً رو تلگرام که اسپانی صفر همش کسی بعدش اومد ازش پرسیدین کسی بعدش اومد یه ساعت وقت گذاشت به حرف بقیه گوش داد کسی بعدش اومد یه ساعت دیگه وقت گذاشت به راه انداخت حتی اما آدمایی هم که اومدن ایده رو دادن دیگه مسئولیتش هم بهشون بدیم بازم ناراحت نمیشه مسئولیتش هم قبول میکنم و اجراش میکنم فقط کافیه که اون دایورسیتی که لازمه وجود داشته باشه یعنی آدم ها متنوع باشن فکرها و ایده های متفاوت باشه و یه اتمسفر درست توش ایجاد بشه که نیازهایی که آدم ها دارن رو برطرف کنه اونایی که بیزینس رو دارن مثل ما یا این مباحث علاقه دارن ارائه مازلو رو همه دیدن خب ما دنبال یه چیزی بودیم که ایده های مختلف توش وجود داشته باشه با هم مسئله داشته باشه آدم های مختلف باشن همه اون چیزایی در مورد این بیزینس گفتیم و همه اینا ربطش به آدم ها آدم های سر نیاز دارن سخت سال خیلی سال پیش مازلو اومده این هرم رو تعریف کرده آدم ها نیازاش به فیزیکیه امنیت حس تعلق استیموش عزت و خود چیز خودشکوفایی این لول اینا هرچی تامین بشه آدما نیازاشون مرتفع میشه برگردیم دوباره به داستان ما اکسکلوسیو رو گفتیم یه سری آدم خواست تصمیم میگیره اجرام که گذاشت بهش برام گفتیم اون نمیخوادش یه مفهوم دیگه بود دایورسیتی یعنی آدم های متنوع آدم های با تفکرات مختلف با برجانگ های مختلف با کرای مختلف همه چیزشون بود ولی خب این تضادها توشون بود آدم ها رو چجوری انگیجش میکنیم آدم هایی که تفکر بودن یه زبان هم همیشه بی کیس میشه بی نظمی میشه بی عدلی میشه همه چی میرزه به هم وقتی مثلا ما ایرانی ها حالت نرمال تصور کنیم آدم های مختلف هم میشن حتما میگیم که دعوا میشه غیر از اینه چه اتفاقی میفته که میشه اون دایورسیتی رو ازش استفاده کرد از اون فکرایی که تو ذهن مردمه اون توانمندی های کوچولو کوچولویی که هر کسی داره و با کناریش فرق داره اینا رو بذارن کنار هم و حلش کنن اینه که که هدف مشترک خیلی همه الان من باشه همه شما حتی یه هدف مشترک بگیرم که آقا برین چه میدونم یه کاری انجام بدی از این 250 نفری که اینجا بودن 5 نفر شد انجام هدف چیزی حله بعد آدم ها رو در نظر بگیر خود آدم یه یونیت خود آدم یه سنی نیاز داره نمیگم مهم نیست هدف با ولی خود آدم ها رو در نظر بگیر خود آدم یه سنی نیاز داره نیازش ایناست وقتی میخوایم یه محیط اینکلوسیو باشه بعد اول آدم های متنوع بیاریم دو فکر بکنیم آقا برای این لیول های نیازهایی که این آدم ها دارن چیا رو باید تسهیل چیا رو کمک کنیم چه نیازشون رو برطرف کنیم که اونا حس تعلق بکنن و بیان توش مشارکت کنن این خیلی ساده است ولی همه ما یادمون میگیم میخوایم یه تیمی رو ایده های مختلف توش بیاد همه دوستان رو جمع میکنیم حرف میزنیم یه جلسه دو جلسه ده جلسه 20 جلسه 30 جلسه 40 جلسه و هیچ نتیجه نمیگیره ولی ما بچگی به خونه ما حس تعلق داریم توش کار میکنیم کمکش میکنیم مشکلاش رو حل میکنیم همه اینا به خاطر اینکه اون یه سری نیازهای ما رو حل کرد ولی ما میخوایم یه چیزی بسازیم که جدید وجود نداشته یه چیزیه که رد تو ذهنمون و نیاز داره که آدمو بیان رو پوش باید فکر کنیم که چه نیازهایی از اینا رو میخواییم حل کنیم اون پنج تا نیاز قبلی که اونجا نوشته بودن اینا دقیقا نیازهایی که اگه فکر بکنید یه جامعه ای یه جمعی بخواد این کروسی باشه تو هرم مازلو چه نیازهایی باشه خیلی حسین گفت یه جمعه شد و
وقتی ما دایورسیتی داریم، یعنی تنوع آدم‌ها وجود داره و یه اتمسفری داریم که اون نیازها رو میتونه برطرف کنه، ساخته شده برای اینکه نیازهای آدم‌ها توش برطرف میشه، توش مشارکت بکنن، یه اتفاق میفته. چه اتفاق میفته؟ یعنی اون یه چیزی میبینی از آدم ها که تصورش نمیکرد، تصور نمیکردی این حسینی که بیماره با یه آدمی که برنامه نویسی بشینن دو ساعت حرف بزنن بتونن یه مشکلی حل کنن. فکر نمیکردی هر مشکلی که میاد اونجا از در میره بیرون حل میشه. فکر نمیکردی آدم ها حس تعلق کنن، آدم ها میان یه مشکلی حل میکنن از روحشون یک کنم بذارن اونجا. همه هم این حس یهو یه جایی تو زندگیمون دیدیم ها، ولی سعی نکردیم اون کانسپت رو بگیریم و هی کنیش کنیم. یه جایی بوده دانشجو بود با هم دیگه دور هم جمع شد، یه حس تعلق بود، یه کار بزرگ کرد. تو در اسلام بود، یه کار بزرگ کرد. خانواده بود، یه کار بزرگ کرد. هیئت مسجد محلمون بود، یه کار بزرگ کرد. ولی کانسپت رو نمیدیم ازش بکشیم بیرون بکنیم. اینکلوسیونس کانسپت هست. یعنی اولا قبول بکنیم که آدمای مختلف باشن، که فکرای مختلف داشته باشن، توانمندیهای مختلف داشته باشن. دوخو من نیازه که هر انسانی داره برطرف بشه تا حس تعلق تمام وجود بشه. یه نمودار این نمودار هم سرش کنید تو پیدران برمان هست، میاد کاملا نشون میده که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. یه سری اتمسفر، یه سری قانون نوشته شده و نوشته نشده، یه سری قواعدی توی جمعی حاکم میشه. اینا میتونه اکسکلوسیو باشه که صحبت کردن در موردش اکسکلوسیو باشه، یعنی آدم ها رو درگیر بکنه. آدمایی که اونجا هستن میتونن یه شکل باشن یا دایورس باشن. اینا چهار تا حالت ایجاد میکنه. اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم میگیم مثلا اینکلوسیو کامیونیتی، اینکلوسیو کامپانی، اینکلوسیو بیزینس، اینکلوسیو هر چیزی، چون این فلسفه است. همه چی میشه اون چیزی که اون بالاست، یعنی اتمسفرش اینکلوسیبه و آدمایی که اونجا هستن دایورس. فیلم بتمن رو دیدین دیگه؟ خب؟ الان کلش اون اون گروهی که شده بس کلان خب؟ اینا آدم های یه شکل هم ولی اینکلوسیبه، درگیر هم همشون یه مشکلی رو میخوان حل کنن. ارتش رو بهش فکر میکنی یه جایی که اکسپولوسی به آدم ها یونیفورم یه شکل چیز قرد داره، فرمول قرد داره، فلان رسمی ارتش پروژه قرد داره، فلان تو فلانش رو دوش بودن تو این حد هم آدم ها یونیفورم. یه سری چیزا مثلا شروع قلوبه که یه سری یا نتیجهش میشه دیکتاتوری، اینه که همه آدم ها رو درگیر کنی ولی آخرش هم هیچ نیازی و توشون مرتفع نکنی، اتمسفر رو اینکلوسیو نکنی، اتمسفر رو جوری نکنی که آدم در اینگیش بشه، یا میشه دیکتاتوری یا میشه هر دیگه. اون چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم که الان تازه رسیدم اون روی که میخوام صحبت کنم اون بالاست، یعنی اینکه اتمسفرش اینکلوسیوه، آدم ها رو درگیر میکنه، اون نیازهایی که تو ذاتشون رو برطرف میکنه و آدم هایی هم که نیاز داره باید دایورس بشه و اگه تفکرات مختلف، توانمندی های مختلف، بکراند های مختلف باید درگیر بشه به یه اتفاق بزرگ. این شفاف رو؟ نه 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 من واقعا بازم معذرت بخوام اصلا ممکن کنی کنی یا هم؟ شفاف استاد این هرم مازلو چه فرامودین پیش نیاز هستن نیاز ها سلسله مراته خب تا نیاز های قبلی نباشه شروع میتونیم نیاز رو برای کسی با نیاز های قبلی رو فراهم کنیم پلیم حالا هرای مازلو نمیدم درس کنم ولی کتاب در موردش هست بخورد سرش کنه خیلی مارتین لوتر کینگ رو که میشناسیم دیگه رهبر جنبش اسلامی یه جمله داره این جمله خیلی قشنگه اون اینکلوسیو یه فلسفه است این اینکلوسیو رو میشه باش سفر کرد ببریش توی جامعه ببریش توی معماری ببریش توی تفکر ببریش توی دیزاین ببریش توی
سیاست همه جا میشه بود باشه، اون تفکر همه جا میشه بود باشه. لوتر کینگ یک کار بزرگ کرد تو آمریکا دیگه، کار خیلی بزرگ که آخرش هم کشتنش. ولی جمله‌اش رو بخونی؟ من سعی میکنم نخونیم بازی بازی نمیبینی؟ مارتین لوتر کینگ نظام میدارد که هیچ چیز خطرناکتر از ساختن جامعه‌ای نیست که در آن بخش بزرگی از مردم وجود داشته باشند که احساس کنند هیچ سهمی در آن جامعه ندارند. کسانی که احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، مردمی که در جامعهشان سهمی دارند از آن محافظت می‌کنند. آن زمانی که سهمی در آن نداشته باشند به طور ناخودآگاه می‌خواهند که آن جامعه را نابود کنند. این جمله خیلی قشنگه. نه هر موقع بخوای فکر بکنی به کارهای به این روسی، این داره اینو بردتش تو سیاست، بردتش تو جامعه، داره از اون دید خودش پیش نگاه میکنه. میگه مردمی که سهمی نداشته باشه، یعنی همون هرمزدا رو بیاریم، نیازاش مرتفع نشه، هیچ وابستگی به یه جامعه نداشته باشن، شروع میکنن خراب کردنش. خب مثال میاد تو ذهنتون دیگه، من سکوت دارم میکنم که مثالاش بیاد یکم یک چه نخواه. مارتین لوتر کینگ یه آدمی بود که تونست همین فلسفه اینکلوسیونس رو ببره تو سیاست و یک کاری بکنه که نمیگم همه مشکلات سیاه بود، ولی دیگه بردهداری که تموم شده بود، این تبعیض بین سیاه و سفید دیگه تو زبون حداقل تو آمریکا هست بشه، خاطر اینکه کل اون جامعه رو تونست یه سری ارزش، یه سری قاعده، یه سری چیز جدید توش اضافه بکنه که سیاه ها احساس تعلق بکنن، سفید ها احساس تعلق بکنن. یه مثال خیلی خوبه برای این که چجوری این کلیسه مثال اگر زندگی نامش بخونی میشه جان بخونه برای باید برش تعیید، باید برش وقت بذاشت، باید خیلی حرف شنی داخلش هم جونش رو گذاشت، ولی شد آخرش. یه چیزی که سیاست ازش میره کنار اون در مورد جامعه بود، در مورد کامیونیتی بود، ولی سیاست ازش بزنی کنم این کلیسه کامیونیتیه. میشه یه مثال بزنی در مورد این کلیسه کامیونیتی؟ همین دیگه موضوع سیک و مشارکت کنید خالش بگیر همین عبارت این دوانی دیمیشن ایوانه مخابونی چرا اینکه کمه؟ یه چیزی که تو آبیستفید ما داشتیم را میداختیم خیلی برای اون مسئله بود همین بود که چرا اصلا ما این کلوسیف کامیونیتی نداریم؟ کامیونیتی آبیستفید تو شکلی عمل کرد، یعنی ما تو ایران خیلی کم جامعه هایی داریم که این کلوسیف کار بکنن. بسیج زمانه این کلوسیف بوده ولی کار کرده شما دست بود، الان احمد یک روزی بوده کارکردش از دست بوده. چرا؟ چون فکر نکردیم که آدم های سری نیازهایی دارن که باید این کامیتو برطرف تو دارست بسید مردم. ما تو آب سفید از روز اول این فکر من بود آقا ما میخواییم آدم های مختلف، کورای مختلف دور هم جمع کنیم، هر کسی کار خودش رو بکنه، ولی از کنار هم بودن لذت ببرن. کنار هم بودن باعث میشه یه اتفاقایی بیفته که جای دیگه نمیشه بیفته، همه اون توانا با هم جمع شده بتونن کار بکنن. این کار خیلی سخت، برنامه ریزی میکنه. اصلا تو آمریکا پی اچ دی دارن، یه سری پی اچ دی که ما نمیریم بخونیم در مورد اینه که چجوری کامیونیتی بسازیم و کامیونیتی اینکلوسیو باشه، آدم های مختلف رو درگیر بکنیم. بگو خودم مثال زدم میدونم خیلی خیلی شدید، ولی من از نظر عکسی که شادی باشه یا هر چیزی نه برای اصلا تعریف نشد. بعد اگه یه دایی اتفاق بیفته از نظر خودم که برای خود من اتفاق بیفته از خودم عجیب بود از نظر چلی که چلی که برای یعنی جا داره که روش کار کنیم خالیه، جاش خالیه است. این کلوسیو کامیونیتی تو ایران جاش خالیه است. این دیگه اینجوریه، دورش خط کشیدن
اسم نمیره سراغ باشیم اینکلوسیو کامیونیتی در مورد بیزینس بسازیم، اینکلوسیو کامیونیتی در مورد معماری بسازیم، در مورد برنامه‌نویسی بسازیم. نیست فایرفاکس اینکلوسیو کامیونیتی، هر کس هر جای دنیا میتونه خودش رو تغییر بده، کمک کنه به بهتر شدن باشه. اندروید دایورسیتی خالی جواب بیاریش برم موضوع بیاری بالا فکر کنی آبا آدم ها اون سلف استیمشون چی میخواد، امنیتشون چی میخواد، استیمشون چی میخواد، همه این رو باکش بگیم. و چرا بخش سنتی مون داره ولی چیزا جدید مون نداره؟ این اشتباه است. بود بهتر از آن. یه چیز دیگه ای که این اون فلسفه اینکلوسیو میشه برد توی شرکت های ما، تو هممون یا تجربه کار تو شرکت های کار کردن با شرکت های داریم که یه مدیر عامل یا یه هیئت مدیران تصمیم میگیرن همه مثل عمله اجرا کنن، حتما دیگه یعنی امکان نداره نگیده باشه، درسته؟ مثلا نگیده باشه دست بگیره. این هم یه چیزی که اونایی که این درستشون میکنن میخونن که آقا این شرکت اینکلوسیو باشه ما برای تو کتاب نفته کارهای جدید میشه فلان ولی نمیان گوش فکر کنیم که چجوری این کار انجام بدیم، بخوایم انجام بدیم هم میریم سراغ دایورسیتی، آدم های مختلف، تحصیلات مختلف، جنسیت مختلف، شهر مختلف، کارهای مختلف استخدام میکنیم ولی بعدش هیچی، دوباره فکر نمی کنیم آدم ها رو چجوری درگیر کنیم، آدم ها رو چجوری بهشون کمک کنیم، آدم ها رو چجوری حس تعلق توشون ایجاد کنیم. یکی از مثال های خیلی بزرگش از کتاب فرمان من شرکت مونتون بگم دیگه از این سوال نپرسن نوکی هست نوکی همون درامیه شما گفت که ما هیچ کار اشتباهی نداریم انجام ندادیم ولی شکست بود، چون فرهنگ نوکی ها اصلا درگیری نبود، آدم ها میمادن کار میکردن کارشون برخی میدادن میرفت، ولی در مقابلش گوگل، در مقابلش فیسبوک دقیقا برعکس، گوگل اصلا توی ساختمونش پرش فیلی کنه ماساژ رو بیلیارد و بازی و جای سگ و همه اینا رو حل میکنه که اون آدما تو رمز به حس تعلق بهش پیدا کنن و چون دیگه ما این بزار ولی نوکی این کار نمی کنه، نوکی حقوق خوب بودن از اینا تسکیم خواهد تسکیم خواهد انجام بود، همه چیش هم درست بود ولی شکست بود. چرا تنها دلیلی که داره وقتی تحلیل میکنه یک کامپنی کالچه بشه این دوستی نبود، آدم های خیلی باهوش داشته همه آدم ها بعدش رفتن اپل استخدام شدن ولی این پروژه نه ازش نمیگوزه آقا تو مهندس ارشد ما نظر تو در مورد این پروژه چیه، همین سوال ساده توی نوکیا پرسیده نمیشه، یه سری آدم یه اکسپلوسیو در یه تفکر یه تاکسی فورسی تشکیل میشد و خودشون انتخاب میکردن کیا و خوش باشن اونا تصمیم گیری میکردن، همون آدم ها بعدش رفتن هم و اتمسفرش عوض شد، همه درگیر شدن، همه تصمیم گیری، همه آدم کنترل کن خوش بوده. یه بخش دیگه اینکلوسیو دیزاین، یه مثال خیلی فوق العاده است که من ازتون نشون بده که نپرسیدم میدون امام میدون نقشه رفتین همه دیگه اینو مقایسهش کنیم با مجموعه فرشناس هر کنیم چه فرقی داره، معمار مجموع فرشان یه معمار خیلی بزرگ شناخته شده عالی نمیدونم اون آدم هایی که چی؟ بخش سیاسی داره که مردم اون را تا دل خانه خودش آقای
بچه هر سری شنید که صدا شد؟ نه بلند شد؟ اگه اینو مقایسه کنیم با سیستم اکسکلوسیو توتالیته دیکتاتوری یه فرقی که میکنه اینه که حسابشو کن آل پاخه شاه عباسی صفوی بوده بزرگترین شاه پنج قرن اخیر ما که ایران با عثمانی اروپا تجارت پای و پای داشته مردم قشنگ از زیر این کاخ میگذشت و میرفتن مسجدشون عبادتشون مسجد جامع عباسی شهرستان مهمترین مسجدی مردم اونجا تجمع میکرد و باز قلعه ها کاخ های اروپا چه بازار؟ نه دیگه بازار اقتصاد کشوره هم و حالا حساب کنیم کاخ ورسا کاخ ورسا کلن بیرون میشه میدونه تیانه چین یکی از بزرگترین میدونه دنیا ولی آدم داره توش رو بره از چه معنی بهتر توش تانک بره یا آدم میری موسکو یا از اون طرف میری انگلیس هیچ کدومش مقیاس مشارکت انسانی نداره همش اکسکلوز و از بالا به پایین داره بزرگش شنیدی؟ میدون و نقش جهان یه مثال خیلی خوبه از اون که یه طراحی روسی یعنی چی؟ حالا همین الان میشم چیزی هست بخوام بخریم اونجا نباشه کاری هست اونجا بخوام بکنیم اونجا نشه نه دقیقا میاد همه اون نمیدونست آدم شاید هم میدونست با تجربه شد همه اون نیازهایی که ما داریم دیده توش همه شو دیده دو دایورسه 100,000 نفر آدم توش نمیشه باعث میشم اون دایره بوده مجیده یه چیزی میشه که حالا ما به همه هممون فکر کنیم ای میدون نقش جهان شده یه حس تعلق بشه یه اتفاق تو میدون نقش جهان بیفته همه میریم مشارکت میکنیم غیر این یه تفکر حالا اینو بزنیش جلوی آخرین باری که ما رفتیم فرش جهان که دیده چند باری که بار میریم فرکانسش شده خب اینو بیارینش تو معماری دوباره ببرینش تو میدون آزادی میدون آزادی یه تفکر اکسپوزیتیو دوباره میدون نشانی بیارینش اینو که ببینی همون فلسفه است دوباره دقیقا همون فلسفه است یکی بردش تو سیاست یکی مثل ما بردش توی کامیونیتی یکی دیگه بردش توی دیزاین اینکلوسیو تینکینگ هم داریم یعنی وقتی میخوای فکر بکنی من اگه به این موضوعی فکر بکنم فقط از دیدگاه خودم میرم من یه سیر زندگی داشتم وقت بینونی بودم تا حالا یه چیزه تو ذهنم شکل گرفت یه موضوع نتیجهش رو یه چیز دارم یه دوتا چیز دارم یه سه تا چیز دارم ولی وقتی بخوای این کلوسی فکر کنی باید خودت دقیقا مثل جای آدم های مختلف ببینیم اونا چی کار فکر کنم اونا چی خوب خروجی بزنشون اگه شما بخوای یه حرفی بزنی ممکنه خیلی وقتا این اتفاق میفته دیگه دعواهای ما سر اینه که من یه چیزی تو ذهنم و دارم میگم حرف مقابلم همون حرف میشه و یه تو ذهنش فکر میگه و دعوا شده همه اون حتما همش تجربه داشته باطن اینکه قبلش این خوصی فکر نکردیم همون فلسفه رو نهیم بود بچسبیم روش اون آدم داره یه طور دیگه فکر هم اینکلوسیو میاد توی اینکلوسیو بیزینس هم اگر رو گوگل سرچ بکنیم براتون میاد کارآفرینی اجتماعی همه میدونید چیه کارآفرینی که میدونید چیه کارآفرینی اجتماعی هم میدونید کارآفرینی اجتماعی یعنی که بجز اینکه به خروجی های اقتصادی کار فکر کنیم به ارزش های اجتماعی و خروجی اجتماعی یک فکر کنیم یه مفهوم تو شکل گرفت به نام اینکلوسیو بیزینس شما مثلا فرض کنیم یه کارخونه میخواید بزنید به چه آدم هایی توش فکر میکنیم؟ به اون کسی که پولو میاره، به اون کسی که احتمالا مجوزا رو میگیره، سوله رو میسازن، خطکلی بعد اون کسی که با نکترهایی به شهرهای مختلف و کشورهای مختلف از شما میخرن و میره توزیع میشه خب؟ وقتی هم میام کار فنی شروع کنم دوره هم همین چیزا فکر میکنم پایپلاین هایی که میکشیم ولی من همین ولی که این فکر میکنیم که آدم های فقیر گذاشتن اونم آدم هم درگیر هم یک کارگرده اونجا از باشه کنم
تو به این فکر میکنیم که کارگاه های کوچولوی کفش سازی کجا؟ یا به این فکر میکنیم فروشگاه های کوچولوی کجا که نمیتونم از برکت را بزرگتر کنم؟ این کانسپت جدیدی که آوردن توی چون آوردن توی کارفنیش میبه بهش میگه این کسی بزنس هم یه بزنسیه که فقط به اون کسی سرمایه کار میکنه نگاه نمیکنه کل جامعه نگاه میکنه و کل جامعه رو در نظر میگه و کل جامعه ترمیمش اونم خیلی آشنه یا یه بر من باعث فرسته توی بزنس اونه علاقه داریم روسی بزنس خیلی آزاد برشنه